سلام دوستان، به کانال داستان‌های ایران خیلی خوش اومدین. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگه هنوز عضو این کانال نشدید، با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله از آخرین ویدئوهای ما با خبر بشید. یکی از دلایل اصلی پایان یافتن کار سلسله قاجاریه این بود که بریتانیایی‌ها به حمایت از قاجار پایان دادند و در عوض به رضا خان روی آوردند که یک مرد استثنایی در بریگاد قزاق بود و در سراسر کشور خدمت کرده بود. سلسله قاجار هم به یک ایل بسیار بزرگ وابسته بود که در بخش‌های مختلف مناطق ترک نشین ریشه داشت. احمدشاه قاجار آخرین پادشاه سلسله قاجاریه بود که در دوران ولیعهدیش چنان که باید و شاید به تعلیم و تربیت او توجه نشد. با این حال احمدشاه بسیار باهوش بود و علاقه مفرطی به تحصیل، به خصوص علم حقوق و تاریخ داشت و موقع فراغت را به مذاکره و مطالعه می گذراند. زمانی که مشروطه خواهان تهران را در 24 تیر 1288 خورشیدی تصرف کردند، محمد علی شاه به دلیل علاقه مفرط به او حاضر نمی شد وی را برای تاجگذاری به مشروطه خواهان واگذار کند، اما به دلیل فشار مشروطه خواهان به این امر راضی شد. همچنین برای خلع رسمی محمد علی شاه و به تخت نشاندن پسر ارشدش در 25 تیر 1288 خورشیدی، 6 تن از رجال درجه اول ایران یعنی سید عبدالله بهبهانی، سید محمد امام جمعه، نظام الملک، موثق الدوله، علاء الدوله و علاء الملک به نمایندگی از طرف هیئت عالی به سفارت روس رفتند و پس از شرفیابی به حضور شاه جدید، متنی که شامل 12 لایحه بود قرائت و تسلیم او کردند. پس از قرائت این لایحه احمد شاه که کودکی 12 ساله بود همراه رجال درجه اول ایران از سفارت روسیه در منطقه زرگنده رهسپار سلطنت آباد قصر ییلاقی شاهان قاجار شد. بعد از گذشت 5 روز احمد شاه 12 ساله را آماده رفتن به پایتخت کردند. هرچند باید گفت که احمد شاه تا رسیدن به سن قانونی نقشی در اداری کشور نداشت و عضدالملک بزرگ خاندان قاجار که از طرف شورای متشکل از علما و برخی نمایندگان مجلس اول و سران مجاهدین به نیابت سلطنت برگزیده شده بود، زمام امور را بر عهده گرفت. دوره سلطنت احمدشاه از لحاظ بحران‌های بین المللی دارای اهمیت است، چرا که وقوع جنگ جهانی اول، وقوع انقلاب اکتبر روسیه عملاً در تحولات و آشوب‌های داخل ایران بی تأثیر نبود. تاجگذاری احمدشاه مصادف با شروع جنگ جهانی اول بود. شاه جوان موضع ایران را بی‌طرفی اعلام کرد و به دستور وی مستوفی الممالک رئیس الوزراء با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی بی‌طرفی ایران را در جنگ بین الملل اعلام کرد و حتی خود احمدشاه در نطق افتتاحیه مجلس سوم شورای ملی بیانیه بی‌طرفی ایران را دوباره خواند و بر آن صحه گذاشت. اما در سوم اسفند 1299 کودتایی به وسیله رضاخان میرپنج با همکاری سید ضیاءالدین طباطبایی و طرح ریزی ژنرال آیرونساید افسر عالی رتبه انگلیس اجرا شد. در این کودتا مقاومت چندانی از طرف نیروهای محافظ تهران دیده نشد و تنها تلفات نیروهای کودتا چند تن از نیروهای قزاق بود. بعد از این کودتا احمدشاه مجبور به امضای حکم وزیرالوزرایی سید ضیاء شد، اما یک سال بعد موفق به عزل او با کمک رضاخان میرپنج شد. پس از کابینه سید ضیاء، کابینه قوام، مشیرالدوله، کابینه دوم قوام، مستوفی الممالک و کابینه آخر مشیرالدوله از طرف احمدشاه روی کار آمدند. سپس احمدشاه به اجبار در آبان 1302 خورشیدی رضاخان سپهسالار را به نخست وزیری انتخاب کرد. از این به بعد رضاخان به طور مخفیانه و سپس علنی موجبات برکناری شاه قاجار از فرماندهی کل قوا و سلطنت را فراهم آورد. احمدشاه مدتی پس از آن که از سفر دوم خود به اروپا که 10 ماه به طول انجامیده بود بازگشت، فرمان ریاست الوزرایی سردار سپه را صادر کرد و چند روز بعد راهی اروپا شد. در واقع غیبت طولانی احمدشاه و حضور نداشتن او در ایران زمینه را برای هر گونه فعالیت رضاخان به دست او داد و رضاخان پس از شکست طرح جمهوری خواستار براندازی و انقراض قاجار شد که در نهایت به آن کار موفق شد.
پس از آن تلاش احمدشاه برای بازپسگیری قدرت به جایی نرسید، هرچند احمدشاه تا پایان عمر خود قدرت رضاخان را نامشروع می‌دانست. در پی آن شاه سفری دوباره به اروپا داشت و پس از بازگشت با سقوط کابینه مشیرالدوله در آبان 1302 مجبور شد به رغم میل قلبیش رضاخان سردار سپه را که در همه این مدت وزیر جنگ بود به نخست وزیری انتخاب کند و بیدرنگ در همان آبان 1302 ایران را بار دیگر به مقصد فرانسه ترک کرد. این سفر در واقع آغازی بر تبعید احمدشاه بود. احمدشاه در فروردین 1303 رضاخان را از ریاست الوزرایی عزل کرد، ولی با عدم قبول مجلس مبنی بر قبول نکردن دخالت شاه در عزل و نصب نخست وزیر و حمایت شدید مردم طرفدار او مجبور شد بار دیگر رضاخان را نخست وزیر کند. در شهریور و مهر 1303 شورش خزعل در خوزستان رخ داد. رضاخان احمدشاه را به حمایت از تجزیه کشور توسط خزعل متهم کرد و خود به خوزستان عزیمت کرده و شورش را سرکوب کرد. در آخرین روز حکومت خودش و آخرین روز سلسله قاجار، مجلس مؤسسان که متعاقباً گشایش یافت، رضاخان را با نام رضاشاه پهلوی پادشاه ایران اعلام کرد. احمدشاه این اقدام مجلس را مغایر قانون اساسی و غیر مشروع دانست، اما در عمل نتوانست برای مقابله با خلع خود کاری کند. در نهم آبان 1304 سرانجام با رأی مجلس شورای ملی احمدشاه از پادشاهی خلع و سلسله قاجاری منقرض اعلام شد. ماده واحده خلع قاجاری به این شرح بود: مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می کند. تعیین تکلیف قطعی حکومت موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر مواد 36، 37، 38 و 40 متمم قانون اساسی تشکیل می شود. اما با وجود مخالفت احمدشاه و برخی از درباریان، مجلس پنجم شورای ملی به لایحه پایان حکومت قاجاریه رأی مثبت داد و این گونه آخرین فصل از کتاب این سلسله رقم خورد و تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی صورت گرفت. بدین ترتیب احمدشاه با رأی مثبت مجلس شورای ملی در 9 آبان 1304 خورشیدی از سلطنت خلع شد. به متعاقب این امر با تشکیل مجلس مؤسسان رضاخان حکومت را در دست گرفت و سلسله سلطنتی 153 ساله قاجار در ایران پایان یافت. سرانجام احمدشاه 4 سال بعد از خلع از مقام سلطنت در 9 اسفند 1308 خورشیدی در 33 سالگی و بر اثر بیماری ورم کلیه در نویسورسن در حومه پاریس دیده از جهان فرو بست. بنابر وصیت او پیکرش از فرانسه به وسیله هواپیما به عتبات آلیات حمل و در کنار پدرش در کربلا دفن شد. احمدشاه 4 بار دیگر نیز ازدواج کرد و به جز لیدا جهانبانی که از وی صاحب فرزندی نشد، صاحب 3 دختر به نامهای مریم دخت از دلارام، ایران دخت از بدرالملوک، همایون دخت از خانم خانما معزی و 1 پسر به نام فریدون میرزا از فاطمه شد. دوستان عزیز، ممنونیم از این که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.